سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزش دیگه. توی این ویدیو ما میخوایم نحوه کشیدن داروها رو به شما آموزش بدیم، به طوری که شما یاد بگیرین که چجوری با سرنگ و با یه تکنیک اصولی و مناسب داروها رو داخل سرنگ بکشین و به بیمار تزریق کنین. ما در واقع دو نوع شکل دارویی داریم، آمپول و ویال، و آمپولامون فقط به صورت مایع هستن و ویال هامون در اکثر موارد، یعنی در بیشتر موارد، به صورت پودری هستن و خیلی کم پیش میاد یه ویالای دارو ویالای به صورت مایع داشته باشیم. پس ما اینجا میخوایم نحوه کشیدن دارو که به صورت ویال هستن رو به شما آموزش بدیم. ما اینجا یه ویال داریم، ویال دارویی، که حالا این پنتازول هست. گفتیم ویال ها تو اکثر موارد به صورت پودری هستن و خیلی کم پیش میاد به صورت مایع باشن. اگه به صورت مایع باشن که مثل همون آمپولی که ما چجوری کشیدیم، مثل همون شما سوزن رو میدین داخلش و مایع رو میکشین. اما اگه به صورت پودری باشن، تکنیکی که ما رعایت میکنیم به این حالته. شما این کاورش رو در میارین، خب کاور رو در میارین به این حالت، و قبل یه تکنیک خیلی راحت هست و میتونین این داروهایی که ویالایی که پودری هستن رو حل کنین، اینه که میایین با سوزن میدین داخل همین ویال و تا آخر فشار میدین، تا آخر میدین داخل. ببین چجوری من تا آخر رفتم داخل، تا آخر فشار میدین میری داخل. خب بعد میایین چیکار میکنین؟ اینو در میارین به این حالت، با استفاده از اون تکنیک اصولی که ما گفتیم برای ریکپ کردن، به این حالت ریکپش میکنیم. خب ریکپش میکنیم، بعد میایم آب مقطر رو برمیداریم، با این آب مقطره، خب این آب مقطره برمیداریم به این حالت پیچیه، آب مقطر هم پیچیه، بازش میکنیم و بین دو تا انگوش اشاره و انگوش شستمون میگیریم و اینو بازش میکنیم و به صورت اصولی میریم داخل. خب آب مقطر رو میکشیم و دوباره ریکپش میکنیم، پیچی بازش میکنیم و اینی که ما قبلا با اون تکنیک سوراخش کرده بودیم رو میریم داخل و به این حالت رقیقش میکنیم دارو رو. میبینی؟ به این حالت شما راحت میتونی رقیقش کنی و چند بار به این حالت انجام بدی، کل پودری که داخل این هست کامل حل میشه و بعد میکشیم به این حالت میکشیم و دوباره تو همون سرسوزن خودش قرار میدیم اینا. خب و بعد هواگیریش میکنیم و بعد حالا مثلا میتونیم حالا بریزیم داخل سرم، یا حالا این پنتازول هست، پنتازول مستقیم هم میشه به بیمار زد، یا میریزیم داخل سرم یا حالا مستقیم به بیمار تزریق میکنیم. پس نحوه رقیق کردن و کشیدن داروهایی که مثلا ویال هستن رو با یه تکنیک که ما گفتیم، تکنیکش هم به چه صورت بود؟ شما کاور رو در میارین، با سوزن میرین داخل همون ویال، خب و بعد میرین باید تا آخر فشار بدیم. ببین الان این قسمت باید تا آخر بره تو، تا آخر فشار میدیم این داخل. وقتی فشار میدین داخل، این قسمتش گشاد میره و راحت تر میتونین دارو رو رقیق کنین. پس نحوه رقیق کردنش هم به شما گفتم و در واقع شما به این حالت چند بار به این حالت میزنین که داخل تمام این پودره حل بشه و بعد چیکار میکنین؟ میکشین دارو رو، میکشین به همین حالت میکشین و بعد دارا تزریق میکنین داخل سروم یا به خود بیمار. اما روش دیگه ای که با استفاده از اون ما میتونیم ویال دارویی رو که ویالای دارویی که پودری هستن رو حل کنیم و با سرنگ بکشیم، استفاده از خود سوزن همین سرنگ هست. من این سرنگ رو با استفاده از اون روشی که تو بیمارستان ما استفاده میکنیم باز میکنم و این روش رو انجام میدم که شما ببینید. ما به این حالت دستمون رو میذاریم اینجا و انگشت شستمون رو میذاریم پشتش، به این حالت میذاریم پشتش و این حالت بازش میکنیم و برمیداریم و با سوزن کامل چپ میدیم. بعد میایم آب مقطر رو باز میکنیم پیچی، بعد حالا میتونیم آب مقطر رو اینجوری بگیریم، میتونیم هم تو دست بگیریم، باز میکنیم اینو کامل، میریم داخل و با اون تکنیکی که حالا من گفتم میکشیم. نزدیکتر هم بیارم که ببینیم. بعد این ویال دایرویی رو باز میکنیم درشو، بعد با سوزن اون روش قبلی کلا این قسمت رو ما با سوزن گشاد میکردیم، بعد این سوزن در میوردیم با خود همین سرنگه این ویال دایرویی رو حل میکردیم. اما تو این روش ما از سوزنش استفاده میکنیم، میتونیم با سوزن هم این کار رو بکنیم. سوزن میدید داخلش و
این آب مقطر رو داخل این تزریق میکنی و یه مقدار تکونش میدی که کامل حل بشه. اون روش قبلی که ما گفتیم برای در واقع ویالایی که خیلی گندن و پودرایی خیلی زیادی دارن، اون ویالایی که گندن و پودر خیلی زیادی دارن، شما با این روش نمیتونین اون پودر رو حل کنین، مجبورین اون روش اولیه رو استفاده کنین، یعنی این قسمت رو گشاد کنین با سوزن، بعد از طریق خود همین سرنگ با حرکت‌های رفت و برگشتی کامل پودر داخل این رو حل کنین. اما این روش بیشتر برای ویالای خیلی کوچیک استفاده میشه و راحت با دو تا تکون این پودری که داخلش هست، این پودری که داخلش هست چی میشه؟ حل میشه، به این حالت حل میشه. و بعد روش کشیدنش بشه صورت، اونم دقیقا سوزن رو یکم میکشی عقبتر، سوزن رو میکشی عقبتر، بعد با صدا از اون هوایی که داخلش هست میتونی راحت بکشین بیار قشنگ کامل میگیرید دستتون و به این حالت میکشین و تموم میشه. بعدش هم اون روش ریکپ کردن که ما قبلا توضیح دادیم، به این حالت میرین داخل و هواگیریش میکنین و حالا به بیمار تزریق میکنین. پس اینم از این روش. در واقع ما دو تا روش داشتیم، روش اول که این قسمت رو گشاد میکردی با خود سرنگ برای ویالایی که خیلی گندن و پودر زیادی دارن از اون روش اول استفاده کنین، اما ویالایی خیلی کوچیکی رو میتونین از خود سوزن استفاده کنین و با یه چند تکون حلش کنین و بکشین. ما تو این ویدیو نحوه کشیدن داروهایی که به ویال هستن رو گفتیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من در واقع تو این ویدیو خواستم به شما مهارت کشیدن داروهایی که مثل پودری هستن رو شما در واقع به شما آموزش بدم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.